مصر گفت طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که به فرماندهی و نمایندگی کشور در جهاد خیانت کند مرگ است. این یعنی همدستی علنی شاه و شیخ علیه یک نیروی ملی و مردمی. به صراحت میگه شاه نماینده فرماندهی کشوره و مصدق هم خائنه. البته این فقط یک نمونه از اتحاد شاه و شیخ در طول تاریخه، همون اتحادی که از مشروطه تا همین امروز ادامه داره. طنز تاریخ این بود که دولت آمریکا 47 سال بعد از کودتای 28 مرداد از شرکت در کودتا علیه مصدق رسما معذرت خواهی کرد. In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular prime minister Mohammad Mossadegh. اما این معذرت خواهی رو به جای اعلام به ملت ایران به دیکتاتوری ولایت فقیه اعلام کرد، یعنی رژیمی که بنیانگذارش از سیلی خوردن دکتر مصدق در اون کودتا ابراز شادمانی کرده بود. سقوط دولت ملی دکتر مصدق با اون پشتیبانی گسترده مردمی و اون اصالت تاریخی، اون هم تنها با 390 هزار دلار، یکی از دردناکترین وقایع تاریخ معاصر ماست. واقعی که قبل از هر چیز ضرورت وجود یک جنبش سازمانیافته انقلابی برای دفاع و حمایت از دستاوردهای ملی رو روشن میکنه. این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده به ننگ و رسوایی ترجیح میدهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خرید است باز نخواهد ایستاد. در سال روز کودتای ننگین 28 مرداد سال 1332، به رغم تلخ بودن تدایی اون واقعه، اونچه که ما رو به آینده امیدوار میکنه و باعث میشه تا طعم شیرین پیروزی قریب الوقوع را حس کنیم، وجود همان مقاومت سازمان یافته و قدرتمندیه که ضامن تحقق آرزوهای دکتر مصدق